به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد خداوند مهر و خداوند ما خداوند روزیده رهنما عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی صنف نهم به درس زبان و ادبیات دلی دوستان خوش آمدید جلسه هفتم ما و عنوان درس ایاران و کاکه ها در مورد ای، در واقع صفت و فضیلت جوانمردی برای شما می خواهیم توضیحات ارائه دهیم و در بخش دوم در حوزه دستور زبان می پردازیم در ادامه انواع جمله به جملات امری می رسیم خب دوستان عزیز و شاگردای محترم قبل از اینکه وارد درس جدید شویم کانال ارتباطی ما در فضای مجازی را حتما دنبال کنید 2964 780 255 413 آماده هر نوع پیشنهاد، نظر و ارائه او توسط شما عزیزان و خوبان هستیم خب شاگردهای عزیز قبل از اینکه وارد دست شویم کار خانگی جلسه قبر را با هم مرور میکنیم خب شاگرد های عزیز گفتیم که برای نشانه های پرسشی مثال بزنید کدام نشانه ها؟ هر وقت در واقع نشانه های زمانی، عددی و چگونگی را دیدی برای ما مثال بزنید اولی نوع نشانه پرسشی دوستان چیه؟ زمانی برای زمانی اگه بخوایم مثال بزنیم چی میگوییم؟ زمانی مثلا به طور مثال میگوییم که کی احمد به خانه بر گردد انتهایش هم علامت سوال کی احمد به خانه برمیگردد کی در واقع چیه یکی از نشانه های پرسشی زمانیه خب عددی برای عددی اگه بخوایم مثال بزنیم دوستان میگوییم که چند چند کتاب از کتاب خانه امانت گرفتی چند کتاب از کتابخانه امانت گرفتی این یک چه دوستان یک سوال پرسشی از نوع عددی است و نوع آخر چگونگی چگونگی نگاه کنید دوستان چگونگی وقتی سوال میکنید در واقع چرا و چطور رو باید به عنوان پیشفرز قرار دهید چطور به مدرسه رسیدی چطور به مدرسه رسیدی ای از نوع دو نو چه دوستان از نوع نشانه های پرسیشی است. خب دوستان در ادامه بس وارد درس جدید شویم خب عزیز در ادامه درس جدید وارد بخش اول درس امروز میشویم. شویم تحت عنوان ایاران و کاکه ها یک از صفت های بسیار زیبا بسیار پسندیده که هم در دین مبین اسلام در مورد او توصیه شده و هم فرهنگ و انعنه کشور عزیز ما افغانستان همواره تشویق کرده صفت ایار بودن و در واقع جوانمرد بودن است ایار معانی مختلفی دارد از جمله معانی مختلفی می توانیم در این موارد اشاره کنیم حامی مظلومان مرد باهوش و تزفه و یکی از نام های شعر است چون می که شعر انواع نامی دارد اسد هست شعر هست قزنفر هست یکی از معانی در واقع کلمه شعر یه دوستان همین معنای کلمه ایار است سابقه تاریخی ایاری در دوران ابراهیم ادهم میرسد میدانی که ابراهیم ادهم در سال 100 هجری قمری در منطقه بلخ در واقع به دنیا آمد یکی از امیرزادگان و یکی از بزرگانی بود که در واقع به یک مقامات بالای عرفانی رسید که نامشان در کتاب تذکرت الاولیاء شیخ اتار نیشابوری در واقع ذکر شده و در اون نتیجه که ایشان وقتی دوشار یک انقلاب درونی می شود حرکت می کند از مدقه بلخ ثروت و زن و فرزند و همه را رها می کند وارد نیشابور می شود در قار نزدیک نه سال به تنهایی زندگی می کند و به یک مقامات عرفانی دست پیدا می کند پیوند نزدیک فتووت و جوانمردی با مفهوم تصوف تصوف و عرفان یکی از مفاهیمی بود که گفتیم بسیار از شاعران نویسندگان در واقع به این حوزه پرداختن و سعی کردن که این کلمه را و این مفهوم را وارد حوزه نصر و نظم در ادبیات دری کنم یک پیوند بسیار نزدیک است که انسان که جوان مرد هستن شناخت بسیار بسیار نزدیکی با مفهوم عرفان و تصوف دارند لفظ فتا مردانگی و جوانمردی هشت بار در قرآن ذکر شده خب معادل کلمه دوستانی کنید معادل کلمه ایار در حوزه زبان عربی می شود فتا فتا به معنای ایار و جوانمرد است این کلمه هشت بار در قرآن آورده شده و نشان میده که یک کلمه بسیار مهم است فتا نزدیک به معنای ایار و کاکست که برای شما توضیح دادیم کاکه و ایار به کسی گفته میشود که شجاعت و شهامت داشته باشد و در خدمت انسانهای مظلوم قرار داد پس انسانهایی که دارای قوای جسمانی بسیار بسیار بالایی هستند دارای شجاعت بسیار بسیار بالایی هستند از هیچ چیزی نمیترسن و از این زور بازوی خود دستان از این توانایی بدنی خود برای خدمت به انسانهای مظلوم استفاده میکنن توجه بیشتر ایاران به امور چیز به امور درونی است تا امور بیرونی در واقع ایاران با توجه به او عرفان و تصوفی که کشف کردند و به او منزله رسیدن آدمهایی هستند که همواره سعی میکنند که از خرد خود از عقل خود از دین خود از مذهب خود تماما تماما برای مردم خود مایه بگذارن خب اصول اخلاقی ایاران ایاران که در واقع یک دسته بود یک گروهی بودن که دارای یک سری اصول اخلاقی هستند که مواردی از این اصول را دوستان برای شما آورده ایم رازداری یک از ویژگی های بسیار و شرط اصلی ایار بودن و کسی که در این دسته وارد میشه که رازدار باشد راستی و صداقت از دوم گزارهای بسیار مهم است که ایاران باید داشته باشد یاری مظلومان خدمت به طبقه مظلوم و ستمدیده جامعه از اشکال بسیار بسیار مشخصه ای قوم و ای گروه هستند عمل به قول وفای به عهد نیز یکی دیگر از چیزهایی که وقتی یک ایار یک قولی میدهد یک حرفی میزند میگوید چی جان ما باید پای حرف ما برود افت و پاک دامنی انسان هایی هستند که بسیار عفیف هستند نگاهشان به نامحرم بسیار بسیار نگاه مواظبت مندانه است دوستان سخاوت دارند اهل گشاده دستی هستند دستشان همیشه به خیر است به انسان های مظلوم انسان های نادار و ناتوان کمک مالی میکنن و بسیار دیندار هستند. متناسب با عرفانی که دوستان در اسلاید قبلی گفتیم انسان هایی هستن که اهل دین و مذهب و مواظبت های دینی میباشن خب میریزیم در ویژگی های ایاران ایاران کسانی هستند که دارای یک گروه هستند، یک سازمان هستند، دارای یک ساختار هستند. انتخاب اعضا از گروه و دسته های پایین جامعه یکی از شروط عضویت در گروه ایاران همین است که اگر میخواهید در گروه ایاران عضویت پیدا کنید باید چی باشید؟ از طبقات پایین جامعه، از طبقات در واقع فرودست جامعه باشید که قشنگ اوچی دوستان مظلومیت ای طبقه را محرومیت ای طبقه را لمس کرده باشید احساس کرده باشید و تنها کسانی میتوانند برای مردم ستم دیده خدمت بکنند که از این مردم براید و برای این مردم به کار آید رئیس آنها را پیر، استاد، سرهنگ و پدر عهد می پس در واقع واجه هایی که عنوان هایی که اسم هایی که برای رئیس در واقع گروه ایاران می شود از او یاد کرد به طوری که می توانیم از یعقوب لیس سفاری دوستان نام برد کسی که دارای درواقع حکومت شد و حکومت درواقع سفاریان را ایجاد کرد ایشان کسی بود که در ابتدا به شغل دوزی می پرداخت می که ابتدا معنای ایار به معنای دوز بود کسایی که قافله ها را کاروانه ها را سرقت میکردند دوزی میکردند و لخت میکردن این ها را و از مال مال و تجار آنها استفاده میکردن و استفاده نامشروع ولی به طور کلی بعدها کسانی شدند که در واقع چیکار میکردن دوستان از یه اموال برای مردم مظلوم بهره میبردن و استفاده میکردن و این اموال را به او افراد میدادن و میبخشیدن ترجیح منافع منطقی بر سایر منافع دیگر پس نگاه نگاه دوستان نگاه اول طبقه ایار گروه ایار و در واقع دسته ایار یک در واقع نگاه منطقه‌ای بود که در واقع گروه های کوچکی بودن برای مردم ستم دیده منطقه خود خدمت میکردن بعدها نگاهشان یک مقدار جهان شمول شد نگاهی کلیتر شد آمدن برای افراد دیگری در دسته های دیگر برای ولایات دیگر برای بلاد دیگر کار کردن و دارای یک ساختار سازمانی شدن که گفتیم یعقوب لیس سفاری از جمله افراد بود که دارای یک حکومت شد و یک حکومتی که بر مبنای نگاه به افراد مظلوم و ستم دیده تشکیل یافت این گروه در کل افغانستان به نام ایاران در کابل به نام کاکه ها و در قندهار به نام جوان شناخته میشد لفظ دوستان معنا معنا یکی است ولی الفاظ مشترک است یعنی میدانید که در کل واژه ایار به معنای جوان مرد بود گفتیم دوستان آلی همین کلمه ایار در منطقه در ولایت کابل تحت عنوان چی یاد میشد تحت عنوان کاکز یاد میشد در سمت جنوب وارد قندهار شهید از این واژه تحت عنوان چی یاد میشد دوستان جوان یاد میشود خب از جمله چیزهایی که ایاران در او پرداخت میکند تفریحات و ورزش ها و سرگرمی هایی است که مختص در این گروه است آموختن پهلوانی آداب پهلوانی را می آموختن و سعی می که از نظر قوای جسمانی در حوزه کارهای مثل ورزش های دوستان مثل کشتی مثل اسب سواری دارای مهارت های بسیار بسیار فضاینده شوند و چوب بازی میکردن چون سلاح قدیمی دوستان چوب بود و سعی می که از این سلاح در واقع استفاده کنند و مهارت خاصی در حوزه کاربرد این سلاح پیدا کنند آب بازی یا همون شنا بود که دوستان یک از چیزهایی که بود بارها و بارها او سفارش شده میدانی که از پیامبر اکرم اسلام سفارش شده که در چند ورزش حتما شرکت کنید و مهارت پیدا کنید از جمله شناس دوستان از جمله در واقع مهارت سوارکاریز و مهارت تیراندازی در دوره قدیم از تیراندازی به عنوان مهمترین ابزار جنگی استفاده میکردن در دوره ایاران از چوب به عنوان مهمترین ابزار جنگی یاد میشد حالا دوستان وارد چی شویم وارد مفهوم و واجه شناسی در کل دنیا شویم نگاه کنید در کشورهای اطراف خودمون که واژه کاکه واژه ایار چه معانی دارد و از این معنا چه الفاظی برمی آید کشورهای عربی یا به طور خاص زبان عربی در واقع کلمه ایار را به معنای فتا میداند فتا لا فتا الا علی لا سیف الا زلفقار. کلمه فتا کلمه جوان مرد است هر زمانی که عیار خاصی در حوزه کشورهای عربی معنا کنید از واژه فتا استفاده کنید ترکیه به معنای آخری است دوستان آخری به عنوان کلمه است که تحت عنوان کلمه ترکی معادله ایار بیان می شود ماورا و نهر کشورهای مانند ترکمنستان مانند تاجیکستان و مانند ازبکستان این کشورها رو می کشورهای حوزه ماورا و نهر قدیم این کشورها از واژه غازی استفاده می کند برای کلمه ایار و در کشور در واقع دوستان اگر نگاه کنید در کشور غربی در واقع همسایه ما که قرار موقعیت دارد کشور دوست و عزیز ایران از واژه داش و کلمه مشتی برای کلمه چه استفاده میکند برای واژه و کلمه ایار از این لفظ استفاده میکند این حوزه واژه شناسی شد دوستان برای کلمه ایار و کاکه میرسیم دستان در بخش دوم بخش دوم ما جمله امری است در ادامه بحث های قبلی که داشتیم ما گفتیم که خود جملات به تقسیم بندی در واقع انواعی دارد جمله بیانی و خبری را برای شما توضیح دادیم جمله پرسشی را در جلسه قبل برای شما و انواعش را بیان کردیم حال به نوع سوم انواع جمله میرسیم که تحت عنوان جمله امری است جمله امری تعریف دارد میگویند که جمله است که در آن جمله است که در آن مفهوم فرمان دستور خواهش بازداشتن و توصیه وجود داشته باشد پس جمله امری دوستان از معنایش مشخص است جمله که یا معنای خواهش دارد یا معنای دستور دارد یا معنای نهی دارد مثال بزنیم به خانه بروید وقتی میگویید به خانه بروید یک جمله امری میگویید نگاه دوستان به خانه بروید امر میکنید چیزی به کسی نگویید این جمله جمله نهی است که از نوع امر است دوستان ولی نهی میکند باز میدارد از یک کار چی دوستان میگوید چیزی به کسی نگویید گفتن برای شما در واقع اینجا نهی شده است آنجا بنشین باز دوباره امر شده آنجا بنشین اینجا نشین آنجا بشین نگاه کنید باز هم یک جمله امر است نکته نکته به ما چه میگوید؟ میگوید فعلهایی که در جمله های امری به کار گرفته میشود فعل امر هستند نگاه کنید دوستان پس هر نوع هر نوع جمله امری که داشتید در انتهایش یگان فعل مشخص یک فعل مشخص به کار گرفته شده و او فعل را ما چی میگوییم؟ فعل امر میگوییم مانند چی؟ مانند مثال هایی که دوستان داشتیم بروید و بینشین فعل چی هستن؟ فعل امری هستن که دستور میدهند و یک کار را از شما میخوان که او را انجام دهید البته دگونه امر رو دستور میخواند خب کار خانگی جلسه آینده که در انتهای اصلاحات های امروز برای شما بیان می شود در کدام جمله از فعل امر استفاده شده است نگاه کنید دوستان چهار جمله برای شما ذکر کردیم از این چهار نوع جمله یک نوعش دو نوعش سه نوعش یا ممکن است تمامی انواع جمله جمله امری باشد برای ما مشخص کنید و بگویید که کدام یک از این نوع ها امری است به کمک مظلوم برو امروز درس جوانمردی را آموختم ایاران دروغ نمیگویند چقدر از ایاران شجاعت آموختی یا کنید دوستان این جملات برای شما گفته شده و از شما خواستیم که در این انواع جمله او چیزی که برای ما باید مشخص بکنید چیست دوستان جملات امریست خب شاگرده عزیز عزیزان جان در پایان جلسه امروز رسیدیم مانده نباشید قبل از خداحافظی و قبل از اینکه شما را به خداوند بلند مرتبه بفرستیم دوستان اجازه دهید ده که کانال ارتباطی را یک بار دیگه برای شما ذکر بکنیم دو سف و شست و چار هفتصد و هشتاد و و پنج رای ارتباطی ما با شما خوبان عزیزان و شاگردهای مهربانتر از جان است عزیزان ما را همراهی بکنید در جلسات بعدی و در فضاهای مجازی تا جلسه دیگر شما عزیزان را به خدای پاک می سپارم خداوند یار و نگهدارتان